حامی این برنامه رب گوجه فرنگی دلپذیر. با تقدیم سلام، خسته نباشید، خوش آمدید از با برنامه آشپزی. امروز ما و باز هم یک روز خوبی است که ما میخواییم یک شیرینی بسیار مزه‌دار و طعم‌دار و لذیذ و خوشبوی براتون آماده بسازیم. ما میخواییم کلچه‌های دارچینی آماده بسازیم. کلچه‌های دارچینی که با شکل بسیار خوبی داره و ذائقه بسیار خوب هم داره، آماده ساختنش هم بسیار آسان و و بسیار سادگی ما میتونیم این شیرینی ها را برای خود آماده بسازیم. فقط کافی است یکمه که بوره قهوه‌ای داشته باشیم، مار داشته باشیم، دارچین داشته باشیم، بس. همین شد موادش که با این مواد ما میتونیم بسیار خوب و به شکل بسیار درست و همتون مزه‌دار برای خود آمادهش کنیم. کسایی که علاقه مند هستن، کسایی که میخوان همتون یک کلچه بسیار مزه‌دار آماده بسازن، میریم مواد لازمش رو میبینیم و برمیگردیم. کلچه دارچینی، آرد، بوره قهوه‌ای، بیکنگ سودا، روغن، نمک و دارچین. خب عزیزا با شما هستیم و بخش که ما گفتیم که غذا را یا شیرینی را براتون آماده می‌سازیم. اول دستکش را دست می‌کنیم. عزیزا سر آمده نظر بگیریم و پودر کیک به اندازه اضافه میکنیم، بیکینگ سودا یعنی پولی به اندازه اضافه میکنیم، از نیم قاشق کمتر. خب حالا داخل خمیریزی ما بوره اضافه نمیکنیم. به جای بوره چی اضافه میکنیم؟ نمک اضافه میکنیم، ولی زیاد نه، فقط یک کمکی، یک کمک نمک اضافه میکنیم. نمک هم خوب مخلوط میکنیم همراه با این مواد تا بتونیم به شکل درست و خوب آماده بسازیم. بس همین اندازه. و بعدش نوبت میرسه به روغن. این شیرینی روغن زیاد زیاد هم کار نداره و کم کم هم کار نداره، باید به اندازه آمادهش کنیم تا بتونیم به اندازه به شکل خوب و درست آماده شه. و حالا روغن همراه با آرد، پودر کیک، کمک نمک که اضافه کردیم همه رو هم مخلوطش میکنیم. این هم شد، شد آماده. و یا وای را باید داشته باشه که این خمیر بسیار باید لد بخوره، یعنی خوب مخلوط شد خمیر شد تا بتونیم به شکل درست آمدش کنیم. آب کم کم اضافه میکنیم و خمیر هم دوره خمیر آماده می‌سازیم. رخم به شکل درست و خوب آماده میشه. باز هم یک کمی آب ضرورت داره. اوه 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 فکر کنم آبش زیاد شد. وقتی که اگر خم از پیشتان آبش زیاد شد تشویش نکنی، یک کمی آردش زیادتر کنی پس دوباره جور میشه و باز هم مخلوطش میکنی. فکر کنم اومو آبی بود که خوبتر حساب شد. خمیر خدا نرم خوب آماده میسازم. من یکی دو بار در خانه میخواستم برای خود کیک آماده بسازم، همه موادش به شکل خوب و درست اضافه کردیم، ولی امی کیک وقتی پخته میکنیم داخل داش، از داخل داش کیک نیست، یک چیز دیگه بیرون میشه، اصلا هیچ خوب معلوم نمیشه، رنگ خوب به خود نمیگیره. و تا وقتی متوجه شدیم که آرد از خوبی خیلی خراب است، خدا میدونه آرد چرخمی بود که خرج میکنیم و چرخم نان جور میشتم رو از او. تا وقتی که پس وقتی آرد تغییر دادیم معلوم شد که همراه از او ما تونستیم یک کیک بسیار خوب آماده شد. خب حالا خمیر نشون میده که خوب صحیح آماده شده. پس خمیر میگذارم همین قسمت. یک کاسه کلان ضرورت داریم، دارچینی هم ضرورت داریم و دانه کنجد هم ضرورت داریم.
دانای کنجد دلخواست. اگر خواسته باشی میشه اضافه کنی، اگر نخواسته باشی هیچ مشکلی نداره. و این غذا دارچینی زیاد کار داره. البته این شیرینی غذا نشینی که ما آماده میسازیم باید که کمی دارچینی زیادتر داشته باشه. چه بی دارچینی چی یک خوشبویی داره، واقعا مرا خوش میاد. مر کسایی که میخوان چربی سوزی کنن، کسایی که سلفه میکنن، میشه که اونا از دارچینی استفاده کنن. مخلوطش میکنیم. حالا دارچینی همراه با بوره قهوه باز هم فرق نمیکنه. میرخم آماده میسازیم، کمی هم ورش میکنیم تا اندازه که ما میخوایم آمادش کنیم. خب این تقریبا آماده شد و به این شکل آیست آیست مخلوطش میکنیم تا این قسمتاش هموار شد و به شکل درست. وقتی اگر خمیر مخلوط شده باشه و خوب تر آماده شده باشه، خمیر هم خوب تر آماده میشه. خب 100% مطمئن شویم که وقتی ما این را آماده ساختیم و خمیر بسته کردیم باید هر چهار طرفش یک اندازه باشه، یکی و دوم دیگهش پخش بلند نباشه، یک قسمتش نازک و یک قسمتش دبل هیرقم نباشه. و اگر این رقم آماده ساختی که یک قسمتش دبل یک قسمتش نازک دیگه باز هیچ مزهی نمیتیم، خوب ترم آماده نمیشه. و قسمت روی خمیره کمه که همراه با آب نمدار میسازیم. بوره هم نیست. همین رقم آماده ساختیم و حالا نوبت از ایست که رولش کنیم از یک طرف و طرف دیگه هم. از تن سالم دل خوش با روبه دلپذیر. با روبه دلپذیر شما میتونید غذا بسیار خوب، مزه‌دار و طعم‌دار آماده بسازید. و اگه تون بعد از وقفه براتون میگیم چرا هم رولش کنیم، این قسمت های زیر اول یک خط میکنیم، به این شکل رولش میکنیم هزار چهار طرف. متوجه باشید که همش باید که رول شه. یک طرفش رول کنیم و یک طرف دیگه است که همین رقم همراه با تار هم میشه که ما اینا رو برش کنیم. یک طرف وقت ما رو میگیره، همراه با کارت هم میشه. یک دانه اولی را که آماده میسازیم اینو دور میکنم به خاطر از اینکه این خوبتر برش نمیشه. دو سه همین رقم فاصله دار اگر این را بگذاریم بسیار خوب آماده میشه. قسمت داخلش هم پخته میشه، قسمت روش هم پخته میشه و یک قاقی خاص می داشته باشه. قاقی نه که ترخص کنه، یک کمی که سخته می باشه که اصلا مزی زیدمون می باشه. و اینا همین رقم آماده. وقتی اینا پخته شن با شکل تزیین بسیار خوبی آماده میشن. خب حالا نوبت داشت است که داخل داشت بانیمش تا پخته شن. خب درجه داشت هم اول زیاد تونه مانده بودیم به خاطر از اینکه داخل داشت خوب گرم شد. پس 180 درجه سانتیگرید تلا 185 درجه سانتیگرید میگذاریمش تا اینا آماده شن و از قسمت داخل هم پخته شن که ما میخواییم از داخل هم پخته شن و از بیرون هم پخته شن. به شکل ما میتونیم یک شیرینی بسیار خوب و طعم‌دار و لذیذ برای خود آماده بسازیم. میریم از داخل داشت بیرونش بکنیم و این شیرینی است که این نمیگذارم خطر زیاد پخته شه و رنگ چهار طرفش بگیره به خاطر که باز مکمل بوره و موادی که در داخلش هست اونها خراب میشه. بس فقط کمک بغلش رنگ خود تغییر میده، خمیر خود سخت میکنه و آماده است. اوه اوه بسیار داغ است و بسیار خوب هم آماده شده. دادن بشقاب اینجا میگذاریم و به خاطر که داغ است میشه که از تانگ استفاده کنیم. جای از اینجا بود هرکی جا مانده مجم. از این بوره که همراه با دارچینی است
در قسمت بالایش اضافه میکنیم. شما هم میتونید برای خود همه تو یک کلچه بسیار مزه‌دار و طعم‌دار و لذیذ برای خود آماده بسازید. ای که تزیینش به چه شکل می باشه اون مربوط خود شما میشه. شما میتونید تا به شکل بولونی آمدیش کنید، سبزک داریش داخل داش پختش کنید و بعدش برش کرده نوش جان کنید. هر رقمی خودتون خواسته باشه میتونید برای خود همه تو یک شینی مزه‌دار و طعم‌دار آماده بسازید. بعضی شیرینی ها و غذای دیگر اگر خواسته باشید میتونید برای ما پیام بگذارید، براتون آماده میسازیم. این هم بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک بینسپارم. شاد و موفق باشید، خوشحال باشید. خداحافظ. حامی این برنامه رب گوجه فرنگی دلپذیر.